ایمان طالبی فر کیه این آقاست من مشخصاتش را براتون بذرم کارتشه ایمان طالبی فر نام پدرشون م حسنه شما شناسه بسیجی شم ۲۵ ۳۲ کلی صفر کلی صفر چص۵ و و شناسنامه ملیشم ۲شچ ۵ ۱ این داستانش می بند چیه چند وقت پیش یه ویدیویی در اومد. که من اون موقع نپرداختم حالا الان هم میپردازیم چون یه خبر جدید شده یه ویدیویی در اومد که ایشون اه... یکی از هایی که چون میدونیم خان... تو ایران متاسفانه اگه زنی مطلقه باشه مجرد زندگی کنه ما فرهنگش رو نداریم دیگه همه مردم که دیگه حول حول دمتون گم بابا زن... مثلا این چیز عجیبیه شما الان توی فیسبوک و اینا مثلا برو یه دونه آیدی درست کن یه عکس دختر بذار ببین چه برات پیام میدن نمیشناسه تا پیام میره دوستت دارم چی چیمو دوست داری تو من میشناسی چقدر حولید شماها یعنی واقعا من پوزش میخوام اینجا بخش قابل توجهی از ما مردای ایرانی واقعا حولی ما یعنی اصلا باور نکردنیه و این از اون دست اولاست که یه خانم بالاخره متعلقه بوده مجرد زندگی میکرده و این مزاحم اون خانم میشه حالا سر داستان دقیقا چیه نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم اینه که یه روز که میره خونه این خانم که وارد خونه این خانم میشه که باهاش رابطه سکسی داشته باشه اون خانم به فک و فامیله خودش گفته بوده بیاید که این مثلا همیشه الله به خاطر موردی که هست منو اذیت میکنه تو شهرستان بندر انزلی و فیلمش رو نگاه کنیم تا بیشتر توضیح بدم که اینجا این میره تو خونه و فامیل اون خانوم میرزن سر این آقای فرعت فرمانده بسیج انزلی هم هست حالا نگاه کنیم آقای طالبی فرد چیکار میکنن بنده خدام زرد کرده کامل

گردان های آشورای بندر که بچه های مردم میان تظاهرات مثلا میرن میزنن بچه های مردم و گویا حالا داستان چیه براتون خواهم گفت خب این هم کارت بسیجیه که ازش رو میکنه. کارت داری کارت سفا داری تو تو چما مثل تو خب این فیلمه حتی بعدش مثل که این خانواده رو اذیت کردن به جای که این آقا بخواد محاکمه بشه که رفته خونه یک خانم متعلقه خانواده اینو اذیت کردن گفتن شما دام چیده بودید و داستان داشتید و بعضی از این خانواده گویا زندان رفتن اخبار اخبار موثق در مورد این اتفاق بسیار کمه الان ولی یه چیزی مسئله که شنیده شد این آقای طالبی فر که فیلم رسواییش در اومده این اتفاق براش در اومده در هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران انزلی حکم مشاوره ایشونو امضا میکنه میگه بیا مشاور خودم شو حالا مشاوره چی باشه مشاوره این داستانه باشه نمیدونم یعنی ببین سطح واقعا فساد در این حکومت لحظه به لحظه داره میره بالا صدای خیلی هم در اومده یعنی یک جریان فرقه ای به مانند سریال ندیمه که خودشون میان تمام فایش خونه ها رو همه داستانا رو میبندن و خودشون یواشکی همه کارا رو میکنن ببینید مسئله اسلام اینجاست که دیگه دستش رو میشه دیگه یه مورد دو مورد وقتی که شما میبینید در این فضای اسلام اگر بتوانن خیلی راحت مثل امام حسن از اون ور این همه صحبت میکنه که چجوری شما شهوتتو رو کنترل کنی اون وقت خودت 300 تا زن گرفته خب پوفیوز تو نمیتونی به عنوان کسی که 300 تا زن داری آقای حسن یا حسین بیناموستر که کلی زن داشتی یا آقای علی تو که هفت روز بعد از مرگ فاطمه نمیتونی تحمل کنی میری زن میگیری و شما نمیتونید بیای نهچال بلاغه برای ما بدی و به ما توصیه اخلاقی کنید که شهوتتون رو کنترل کنید مثل پدری که سیگار میکشه <applause> بعد به بچهش میگه سیگار چیز بدیه خب تو نمیتونی تو صلاحیت گفتنشو نداری این خیلی چیز مسخری تو وقتی خودت سیگار میکشی که نمیتونی باید بقیه بگی که من نمیدونم ما ایرانی ها چرا خیلی توی او یک پوزیشنی هستیم که همیشه میخوایم بقیه رو نصیحت کنیم نصیحت رو نمیفهمم خودمون هزار تا ایراد داریم بقیه رو میفتیم تو خط نه من اگه تو برنامه هم چیزی میگم خیلی کلی میگم تازه باز مثلا شخصی خیلی ها به من میگن آقا چیکار کنیم میگم آقا من مثلا صلاحیت نظر دادن ندارم به مورد از افراد به صورت شخصی وقتی خودم هزاران مشکل دارم چجوری میتونم به افراد به صورت شخصی بگم که شما چیکار مسائل کلی بیان میکنم تو برنامه و شما آیه علی و اینا این همه توصیه دارن آقا شما نمیتونی تو که 300 تا زن داشتی خب این به خاطر که اسلام ناکارآمد است و کسانی که یک تزویره ببین این تزویر در اسلامه که حالا خیلی ها میگن آقا مثلا ما به دین مرد آقا این دینه دین تزویر است شما نباید بگی شیعه نباید بگی اسلام تزویر دروی دورویی، آقا این دروی پدر این دروغ پدر این یه طرف میره سر کاسبی یه دونه مثلا چه میدونم یه دونه قرص میخواد بهت بفروشه یه دونه از این مثلا نوشیدنی ها میخواد بهت بفروشه یه کت میخواد بهت بپوشه بفروشه بپوشه میگم بفروشه بپوشه هر چی میخواد یه کت بهت بفروشه هزار تا دروغ بهت میگه آقا این پارچش ترکه پارچش فلاونه از کجای ایتالیا دوخ شده هزار تا دروغ بهت میگه یه دونه کت بخواد بفروشه چرا چرا واقعا به خاطر که ریشمون خرابه ریشه ما الان اسلام شیعه خرابه وقتی یک باوری تا این سر عقب افتاده است خب این پیروانش هم همین دیگه اون رضا سقطیه میاد میگه آقا من برای زندگی زیست عفیفانه یا اون عبد خدایی هم هست دیگه چیز بوده حالا امروز برنامه هم دارم دوباره بند خدا می... چیز بوده رابطه داشته با آقای نواب صفوی اومده در مورد زیست عفیفانه صحبت میکنه در حالی که به عنوان مرد اون داده این ترتیب داده اون آقا عبد خدایی داده به آقای نواب صفوی آقای رضا سقطی هم که هفت بسیجی رو ترتیب داده جالبیش اینه تو فقه شیعه حالا براتون بگم اگه بحث محاکمه جدی بشه رضا سقطی یه تعداد شلاق میخوره آزاد میشه چون کننده یه کار بوده فائل بوده اون هفت بسیجی که قربانی این بودن اعدام میشن یعنی ببین شما نباید ببخشید بشاشی وسط این شیعه اگه یه باوری اینقدر کثیفه میگه اگه فائل بودی شلاق بخور برو ولی اگر مفعول بودی ما اعدامت میکنیم یعنی مفعول کسی که قربانی شده آیا چه دینیه آخرش هم اینه یارو رفته خونه یه خانمی آقای طالبی فر اونجا والاش گرفته تازه به جایی که محاکمه بشه چون تو ببینی اینا همه از همدیگه داستان دارن دیگه طالبی فره برگشت فرمانده اون یک فرمانده سپاه میگه که ببین اگر تو الان منو بندزی زنده منم میگم با هم دیگه کجا رفته بودیم همهشون از همدیگه اطلاعات دارن همه از همدیگه گاف دارن کسافتکاری یک سفره یک میگن سفره انقلاب یک سفره شیعه کسافتی پهنه یک سفره فسادی پهنه هر کنم یه دستی در این سفره دارن بعد خیلی جالبه چون تزویر است معکوس سازی هم میکنن به ما میگن انقلاب فواهش شما میخواید به لخشید خودشونو میکنن مثلا کسانی که میخوام ما رو به زور ببرم بهش یعنی اول نخواین به زور بریم بهش نمیدونم واقعا باید کی رو ببینیم به زور میخوام ما رو ارشاد کنم بریم بهش اصلا داستانیه بر... خیلی ممنون این برنامه رو توجه کردی آی طالبی فرد من شغل جدیدتونم تبریک میگم این فیلمتون حتی خود یه سال پیشه ولی بعد از این فیلم زندان نرفتی محاکمه نشدی که هیچ مشاور فرمانده سپاه در بندر انسری هم گویا شدی بهتون تبریک میگم دمتون گم و پاینده ایران زنده باشید بدرود